حضور قدرت‌های منطقه در رزمایش مشترک کمربند امنیت دریایی همچنان در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار دارد. سومین و آخرین روز رزمایش مرکب دریایی ایران، چین و روسیه با عملیات امداد و نجات و تمرین آزادسازی کشتی تصرف شده به دست دزدان دریایی با حضور ایرانهای حاضر در حال اجراست. بخش عملیات این رزمایش امروز با برگزاری رژه یگانهای حاضر به پایان میرسد. بامداد سومین روز از رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه، چین. پس از یک شب دریانوردی شبانه، این رزمایش با انجام عملیات امداد و نجات و تمرین آزادسازی کشتی تصرف شده ادامه یافت. در سطح دریا اگر دزدی دریایی اتفاق بیفته یا یک کشتی در حال حرکت در دریا درخواست کمک و اضطرار داشته باشه، این سه قدرت دریایی که به طور دائم به ویژه کشور جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی که در حوزه دریا حضور مداوم و مستمر داره بتونن با هم هماهنگ باشن. رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین از روز جمعه با پهلوگیری ناوشکن‌های روسیه و چین در بندر چابهار آغاز شد. در این رزمایش تمرین‌های تاکتیکی متنوعی با هدف تقویت امنیت تجارت دریایی، مقابله با دزدان دریایی، تبادل اطلاعات و مقابله با تروریسم دریایی با موفقیت انجام شد. خیلی زود به این زبان مشترک رسیدیم و ارزیابی من این هست که خوشبختانه تا الان ما به کلی اهداف از پیش تعیین شده دسترسی دست پیدا کردیم و بسیار بسیار خوب و واقعا مؤثر اقدامات انجام شد. حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمومی رزمایش یکی دیگر از برنامه‌های روز سوم بود. اون نشانه ای از پیزش تمدنی قدرت‌های بزرگ منطقه آسیا است که این بار نه به شکل یک حرکت جداگانه بلکه در قالب یک ائتلاف و یک همگرایی که خطوط پررنگی رو هم برای منطقه و هم برای جهان مشخص می‌کنه. رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین موسوم به کمربند امنیت دریایی در بخش عملیاتی تا ساعتی دیگر با رژه یگانهای حاضر در این رزمایش تمام خواهد شد. بخش عملیاتی این رزمایش امروز تمام میشه، اما این تازه یک آغازه، آغازی برای تشکیل یک ائتلاف نظامی جدید با حضور سه قدرت ائتلاف روسیه و چین، ائتلافی که قطعا در آینده خبرهای بیشتری از اون منتشر خواهد شد. امیر شایان‌مهر، خبرنگار نظامی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین.